درود و سلام، بیننده آخر خط هستید. پس از رأی رد مجلس نمایندگان، کار اصلاحات انتخاباتی به کجا می انجامد؟ دیروز مجلس نمایندگان برای بار دوم به فرمان اصلاحات انتخاباتی رأی رد داد. این اقدام مجلس واکنش ها و انتقادات تندی را نسبت به مجلس نمایندگان به همراه داشت. ریاست جمهوری آن را عقب‌گرد در اصلاحات انتخاباتی توصیف کرد و مردم این کار مجلس را سودجویی شخصی نمایندگان و دوام کار غیر مشروع مجلس میگویند. واکاوی این موضوع با آقایان سمید درعی فعال مدنی و سید نادرشاه بهر عضو مجلس نمایندگان. سپاسگزارم از تشریف آوریدان. آقای بهر، کارت شما چی بود؟ برای چه مجلس رأی رد به فرمان اصلاحات انتخاباتی داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و با تقدیم احترام به همکار محترم ما در حاضر در بحث و روی میز و با اهدای سلام و درود فراوان به مردم افغانستان، به ارتباط از اینکه کارد ما چی بود، کارد ما سبز بود و ما به ارتباط تأیید فرمان نظر داشتیم و دلایل خود داشتیم. متاسفانه که میدیا و مطبوعات هم از اون دقت لازمی که باید داشته باشه نداشتن. تصویری را که دیشب یکی از مطبوعات پخش کردن، کسانی را که کارتش سبز بود کاملا اونا را اشتباه نشان دادن. خب به هر صورت ما کاردیم سبز بود و دلایلی را که هم داشتیم، دلایل زیاد داشتیم مبنی به اینکه باید فرمان رد نشوند. اولی که ما اگر فرمان تأیید یا تعدیل میکردیم، کمک میکردیم به دموکراسی نیمبندی که در افغانستان فعلا داریم. دومی که با توجه به شرایط بسیار حاده که در کشور موجود است، باید کمک میکردیم تا این بحران، حداقل بحران سیاسی که فعلا در او سر دوچار هستیم، از این خلاص میشدیم و میرفتیم به طرف انتخابات. و سومی که خب مردم باید رعایت حالشان میشد. مردم تنها چیزی که به دست دارن و به اختیار دارن اونمو برگ رأیشان هستن، که البته با از این که انتخابات نشون حق مردم از بین میرن. مردم بعد از هر 5 سال حق دارن که از امو برگ رأی دهی خود استفاده بکنن، که یک جفایی بود در حق مردم. و چیز دیگه ای که دوستای ما استدلال میکردن که خب ما اگر تایید کنیم چه مشکلاتی به وجود میان، که مشکلات بعدا خدمت شما صحبت خواهیم کرد. دلایل اونایی که رد کردن چه بود؟ ما یک دفعه دلایل کسایی را که تایید میکرد خدمت شما عرض بکنیم. با جواب یک سری استدلالای از اونا که بعدا صحبت میکنیم، این بود که صلاحیت تعدیل اولسی جرگه داشت. این صلاحیت تعدیل داشت. اونا یکی از دلایلش این بود که یه به صورت 50-50 وقتی که ما ایر تایید بکنیم، ریاست اجرایه و ریاست جمهوری به صورت 50-50 کمیشنرها را بین خود تقسیم میکنه و در آینده تنها مشروعیت مردمی که داره خانه مردم است، ولسی جرگه و شورای ملی هست، که امیر هم وکلا را هم در آینده 50-50 خب اینا میرن. یک از دلایلشی بودن که در جواب ازی میشه اینطوری گفت که ولسی جرگه در صورتی که میخواستن تعدیل بکنن و دلسوزی داشته باشن، قانون طوری میساختن که دیگه جلوی از اینکه کمیشنرها به صورت 50-50% معرفی شوه یا وکلا در آینده به صورت دل بخواهی دو جناح باید بیه، جلوی از اینا گرفته میشد. دلایل کنها داشت مبنی بر رد فرمان. یک شینمی بود که چون ما در مدت 1 سال، 1.5 سال یا نزدیک به 2 سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذره شاهدش هستیم، تمام چیز اینا 50-50 در بین خودشان تقسیم میکنه. نهادهای دموکراسی و مردم سالار و کسای و نهادهایی که مردم نقش خود باید تمثیل بکنن، او نقش مردم از بین میره. یک از دلایلش. دلیل دیگه ای که اونا داشتن میگفت که حکومت بنای آوردن
اصلاحات در نظام انتخاباتی نداره، به خاطر از اینکه فرمان باید بعد از 30 روز روان میکرد که بعد از بیشتر از 40 روز فرمان رای ولسی جری کردن یک از دلایل از اونایی بود. و دلیل دیگه شی بود که اینها رئیس جمهور و رئیس اجرایه بنای آوردن اصلاحات نداره. اگر بنای آوردن اصلاحات می داشتی خیلی از انتخابات در گذشته ها به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور انجام شده و این انتخابات هم می تانست که بدون فرستادن به شورای ملی و به ولسی جرگه ایرا به اساس از امون فرمان تقنینی اصلاحات می آورد و می رفت به طرف انتخاب. خب شما ایرا جفای به مردم می دانین. خب به این معناست که این دلایلی که اینا میگن توجیه نداره. به فکر مایی که ما طرفدار تأیید بودیم، البته طرفدار تأیید با تعدیل، طرفدار از این بودیم که تعدیلای اساسی در فرمان با وجود می آمد، احتمال مداخله و ورود مداخله جلویش به صورت اساسی گرفته می شد و ثبت می شد و این فرمان ما تعدیل می کردیم، بعد از تعدیل تایید میکردیم. خب با این صورت وقتی راه هم بوده و میگین که صلاحیت رسیدگی و تعدیل هم داشته، بله، ملسی جرگه، خب برای چه با رد میشه؟ خب این بحثی است که در داخل پارلمان هم زیاد روی از این بحث صورت گرفته. حتی حالتی در داخل پارلمان حالت التهابی بودن. اتفاقا کسانی که در خیلی از وقتها حضور فعال نداشتند در داخل پارلمان و در خیلی از وقتها هیچ نمی آمدند در خیلی از قوانین اینا، در روز گذشته بسیار فعال شرکت کردند. نصاب ما بالای 150-160 نفر بود که نصاب این سابقش کم است. در بعضی خیلی مواقع خاص ما می توانیم این رقم نصاب داشته باشیم و علاوه بر از این یک حالت التهابی بود، یعنی همه تقریبا اکثریت با یک حالتی خشم و غضب نسبت به مسائل برخورد میکرد. اونایی که طرفداری رد فرمان بود و اونا تلاش میکرد که حتی با مسائل خشونت هم اگر شده فرمان باید رد شون و وضعیت از حالت عادی و نرمال بیرون بود. با توجه به این وضعیت اینطور آدم احساس میکرد که قطعاً آجندای خارج از ولسی جرگه هم وجود داره که این همه حساسیت داخل پارلمان وارد شد. با این صورت موافق هستین توصیفی که این کار برای سودجویی شخصی نمایندگان و دوام کار غیر مشروعشون صورت گرفته صادق باشه؟ با توجه به استدلال کنا میکرد و دلایلی که موافقین داشت که شما اگر میگین که در آینده خب اینا 50-50 تمامی چیزها را کمیشنرها را و در آینده حتی وکلا را هم امیرکمی کار میکنه، با توجه به صلاحیتی که ولسی جرگه داشت مبنی بر آوردن تعدیل و هم تعدیل بسیار اساسی و سد کردن راه های مداخله و تقسیم های 50-50، بله ما میگیم که کار درستی نبود که دیروز صورت گرفت. باید این فرمان با تعدیل تأیید میشد، میرفتیم به طرف انتخابات. سپاسگزارم آقای دره. کار درست نبود، باید تعدیل میشد اگر نقصی هم وجود داشت. خب به باور شما برای چه مجلس رأی رد داد به اصلاحات انتخاباتی؟ اما طور که شما گفتین، بله، سودجویی شخصی وکلا کاملا واضح بود. وکلا اکثریت کسانی که دنبال رد این فرمان بودن تلاش داشتن تا خودشان در زیر پوشش ای که گویا امو بهانه‌ای را که جناب آقای بهرام یاد کردن، بهانه‌ای بسیار واهی و بسیار مفتزه متاسفانه، زیر پوشش از این خود پنهان بکنن و متاسفانه بیاین مردم را گویا به نحوی ذهنیت بتن که اونا کار درست میکنن، در حالی که آنچه را که انجام دادن متاسفانه یک شرم کلان تاریخی بود که تاریخ افغانستان بدون شکی را فراموش نخواهد کرد. گروگانگیری پارلمان افغانستان با این قانون و
با این وضعیت من متاسفانه میگم که این یک تابوی بسیار کلان بر ما و بر ملت افغانستان خواهد بود. یقینا شما دیدین که ما رفتیم به رسم اعتراض، دروازه های پارلمان بستیم، اما از راه های اضطراری و از راه های ورودی اینا داخل شدن. متاسفانه به یک اقدام دست یازیدن که متاسفانه این اقدام را میتون فقط یک اقدام تاریخی بسیار مفتضح دانست که در برابر مردم ایستاد شدن و در برابر ملت خود ایستاد شدن، ملتی که حتی در روز اول وقتی ما توافقنامه سیاسی را در حکومت وحدت ملی با امضا رسانیدیم برای عبور از بحران، اصل اولی شاید امین تغییر در انتخابات بود و اصلاح در انتخابات بود، بعدش هم توزیع تذکرهای الکترونیک. متاسفانه هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در اینجا پایشان لنگید و اراده کامل سیاسی را از خود به خرج ندادند و نتوانستند بر ماموریتی که داشتند موفق به در بیایند. شما دیدین که متاسفانه ما در تمام یک و نیم الی دو سال اخیر تنها کلنجار رفتیم و به دور خود پیچیدیم و هیچ کاری را در رابطه با رفاه مردم افغانستان انجام داده نتونستیم، برای اینکه حس بی‌اعتمادی هر روز شعله‌ورتر شد در بین از اینا و متاسفانه هر روز اینا آمدن درگیر سلیقه‌های خودشان شدن و حتی بحث امنیت در افغانستان به چالش کشیده شد و بحث سیاست خارجی ما به چالش کشانیده شد. ما امروز حتی در سیاست خارجی خود حالا نزدیک به یک جنگ تمام عیار در مرزهای خود میشیم. اینا تمام مسائل هستند که متاسفانه حکومت وحدت ملی، ما میخوایم تاسف بکنم به حال حکومتی که نتونه حتی پارلمان غیر مشروعی را که خودشان فرمان میتن که باید یک سال دیگه هم یا تا زمان برگزاری انتخابات اینا به کارشان ادامه بدن، این پارلمان غیر مشروع و پارلمان مامور و نوکری که هر روز متاسفانه به دنبال دروازه های از اینا به خاطر شاید به خاطر سودجویی های شخصیشان میگردن، امینا را نتونست قانع بسازه و به خاطر یک امر کلان ملی و منافع ملی افغانستان نتونست اینا را به جایشان بشانه و بگویه که آنچه را که ما انجام میتیم ای یک ضرورت است و این برمیگرده به منافع کلان ملی افغانستان. ما متاسفانه حکومت افغانستان را واقعا مقصر میدانیم و کوتاهیش به هیچ وجه فراموش نمیکنیم. مردم افغانستان آنچه را که دیروز شاهدش بودن یک ننگ تاریخی میدانه که بر جبین اردو رهبر حکومت وحدت ملی و بخصوص بر جبین پارلمانتاریستایی که متاسفانه به گروگان گرفتن مردم افغانستان و به خاطر منافع شخصی خود رای کارت سرخ بلند کردن بر از نام میدانیم. ما واقعا خیلی متاسف هستیم از این وضعیت که پیش آمده و این وضعیت را واقعا به هیچ وجه در دل تاریخ ما فراموش نخواهیم کرد. خب دلایلی که اونای کسایی که مخالف بودن و رای رد دادن، ای که 50-50 تقسیم شده، ای که کمیسیون ها شخصی شده بین دو تا تیم، دیر روان شده، اینا موجه نبود به هیچ وجه. حتی اگر گیریم که موجه باشه، حتی اگر ما در حالی که موجه به هیچ وجه نیست، ما در مطابق قانون فرمان اول شما باید دارین که رد شد به دلیل ای که دو نفر رؤسای پارلمان در اونجا حضور ندارن، در حالی که ما هیچ کاری را که تا حال در حکومت وحدت ملی انجام شده، خصوصا گپای کلان سیاسی ما بر مبنای قانون نبوده و نباید هم باشه. ما توافقنامه سیاسی امضا کردیم، توافقنامه سیاسی باید هر چیز دیگه را که در پیامد خود داره باید بر مبنای یک توافق سیاسی به وجود بیاره. چرا ما مصلحت های سیاسی را در نظر گرفتیم، ما برای عبور از بحران نیازمندی شدیم که بالاخره مصلحت بکنیم، ولی وقتی ما مصلحت کردیم پس چطور با یک توافقنامه سیاسی وقتی ما میایم حکومت جور میکنیم باز میایم به قانون میچسبیم؟ متاسفانه قانونگرایی تنها در همون زمانی است که منافع شخصی وکلا و پارلمانتاریستا و یا حکومت مردان مد نظر باشه که نه. خب این به من است که مفتزترین گپ است. ما حتی اگر گیریم که این دو رهبر حکومت وحدت ملی پارلمان آینده افغانستان را و انتخابات آینده افغانستان را به من نفع شخصی خود و یا به گروه خودشان هم میچرخانیدن، حداقل ما میتونستیم که به دموکراسی که خوابش هم میدیدیم، به مو توافقنامه‌ای که رویش امضا گذاشته بودیم و از بحران گذاشته بودیم به او توجه میکردیم و به این مسئله به قانونگراییش بسیار نمیچسبیدیم، در حالی که چنین چیز اتفاق نمیفته و در چنین چیزی اصلا امکان نداره. ما تمام امو
کمیته گزینش را که در قانون گنجانیده شده بود او را پس دوباره داریم. رؤسای پارلمان در اونجا عضو هستند، رئیس حقوق بشر، رئیس نظارت بر قانون اساسی، سر محکمه، تمام از اینا عضو هستند. اینا آیا واقعا تمام از اینا خائنینی هستند که میان فقط خود را در گرو دو نفر رهبر حکومت وحدت ملی میگذارن؟ اونایی که رد کردن خب یک دلیلشون هم نیست که مخالف قانون هست. سال پنجم یا ششم کاری مجلس نمایندگان است، ما روی مسائل انتخابات بحث نمیتونیم، تعدیل نمیتونیم قوانین مربوط به انتخابات. خب به باور آقای بحر که چنین چیز وارد نیست و مجلس نمایندگان حق تعدیل داشته. بله با چی صورتی؟ ببینین پارلمان افغانستان در این چک نیست که میادش ختم است، مشروعیتش ختم است و این نبود مشروعیت اینا را باید بیازاره واقعا. اما با وجود از این با یک پررویی محض، با یک دیده‌درایی محض وقتی اینا میاین و متاسفانه موضوع قانون انتخابات را یا فرمان تقنینی در پیوند به انتخابات را روی بحث میگذارن و با اجندا میگیرن، من متاسف هستم که چون کار را هم اصلا انجام میتن. برای اینکه واقعا اگه قرار است که اینا صلاحیت بحث روی این قانون را نداشتن نباید در اجندا میگرفتن. خب آقای بهر، وقت صلاحیت نداشتن برای چه در اجندا گرفتن و شما میگین که حق تعدیل داشته، صلاحیت تعدیل داشته؟ از بله کجا؟ صلاحیت تعدیل که بله. البته که اشتباهات زیاد صورت گرفته به ارتباط از اینکه واقعا این فرمان رد شد، یک گسست تاریخی بود، یک چیزی بود که باید صورت نمی گیرید با توجه به شرایط فعلی افغانستان. این که بگیم که چقدر پارلمان و چقدر حکومت در ارتباط مقصر بود، ما هر دو رو مقصر می دانیم. حکومت هم مقصر است به خاطر از این که از اون روزی که باید اصلاحات در نظام انتخاباتی با وجود می آورد و خصوصا در توافقنامه سیاسی که بین جناب بود، یکی این از شرایط بسیار جدی که حکومت وحدت ملی او را باید انجام می داد رفتن به طرف اصلاح نظام انتخاباتی که چنین کاری نکرد، همچو کار را نکردن تا امروز هم نکردن و بعضی حرکاتی را که حکومت انجام میدن حرکات نمایشی هست. فرستادن فرمان بعد از یک و نیم برج خودش یک حرکت خلاف قانون است و برگزاری انتخابات های قبلی به اساس فرمان. خب چرا این بار حکومت در حالی که میدانست که وضعیت داخل پارلمان چه رقمی است، اگر اینا تصمیم میداشت و اگر اراده برای آوردن اصلاحات نظامی انتخاباتی میداشت، این فرمان باید به حکومت فرستادن میشد. غرض چی بوده؟ قصد حکومت چی بوده؟ قصد حکومت اینمیست که انتخابات برگزار نشوند و اینمی رقمی که فعلا هستن دیگه همون طوری که خودشان هم از مشروعیت لازم برخوردار نیستن، یک خانی که او خانه مردم است و او باید مشروعیت داشته باشه یا هم خب از مشروعیت لازم برخوردار نباشن، خب هر دو نسبت به همدیگر ناخن اعتراض و چیزی را نتانن داشته باشن. ما حکومت در قدم اول ملامت می دانم و از یک دلیل تا ده ها دلیل به ارتباط نداشتن تصمیم برای حکومت مبنی بر برگزاری انتخابات وجود داره، اما پارلمان هم ملامت است. وقتی که یک کار صورت میگیره، یک تعداد متاسفانه تصمیم میگیره مبنی به اینکه باید بمانه و یک ایده البته کوشش میکنه که راههای قانونی پیموده شوه، ولی کسی نمیگه که اینا فلانی ها در داخل پارلمان این رقمی بود و فلانی های دیگه شی گپی دیگه ای داشت. پارلمان کلگیش من حیث یک کل قضاوت بد یا قضاوت نیک نسبت به او صورت میگیره. پارلمان هم ملامت است به خاطر اینکه پارلمان اول وقتی که همین فرمان آمده بود حتی خیلی وقتا صحبتای میشد، صحبتای حاشیه‌ای که اگر فرمان دوم در پارلمان بیاید باید حتی در اجندای گرفته نشوند، بدون از اینکه در اجندا گرفته شوند باید رد شوند. خب ولی یک وقتی در اجندا میگیرن این را هم ما بدون اشاره حکومت نمیدانیم، بعد به اشاره حکومتی به اجندا گرفته شد و به تلاش حکومت. خب گپ به اینجا کشانده شد که شما شاهدش بودید که هم
پارلمان در ارتباط پایش لنگید و واقعا پیشگاه خدا، پیشگاه تاریخ، پیشگاه مردم افغانستان ملامت است و هم حکومت کمترین اراده برای برگزاری انتخابات و نداره. برگزاری انتخاباتی که نظام انتخاباتی اصلاح شده باشه. شما پیشتر گفتین که مجلس حق صلاحیت رسیدگی و تعدیل فرمان داشت، اما اونایی که مخالف هستن یکی از دلایل مخالفت شونه خلاف قانون بودن فرمان میدونن. البته به ارتباط از این موضوع خب بحث های زیاد صورت گرفته. یک اشاره به ارتباط صحبت های درعی داشته خب باشون. شما میگین که صلاحیت داشت، چگونه؟ خیلی کوتاه اگه لطف کنید. دو قانون داریم ما، یک قانونی انتخابات، یک قانونی تشکیل وظایف و صلاحیت های انتخابات، نهادهای انتخاباتی که به ارتباط دوم خیلی از صاحب نظرها و حقوقدانا و اعضای پارلمان خود صاحب صلاحیت میدانه، میگه که ما اینجا صلاحیت داریم که در این تعدیل ایجاد بکنیم. وقتی که خود صاحب صلاحیت میدانه در این میتونست که خب تعدیل برن و تعدیل هم طوری که به نفع مردم باشه، به نفع حاکمیت قانون باشه، به نفع انتخابات باشه، ولی متاسفانه که ایراد در نظر نگرفت. سپاس گزارم آقای درعی. خب حالا که مجلس رد کرد، خب آینده اصلاحات انتخاباتی چی میشه؟ نقش سنا دهی به این چی است؟ بعضی امیدوار هستن که سنا تایید نکنه تصمیم مجلس و راههای قانونی باز شود، چون این چیز فکر میکنین ممکن هست؟ امیدواری وجود داره؟ بدون شک اگر حکومت اراده واقعی سیاسی داشته باشه و بخواهد که این انتخابات برگزار بشه و روند قانونیش هم طی بشه، بدون شک این ممکن است. خب سنا چی کار میتونه؟ سنا بیشترین نمایندهایی که در اونجا حضور دارن به شمول رئیس سنا همش نماینده انتصابی رئیس جمهور افغانستان است. او میتونه که واقعا در اونجا تاثیرگذار باشه، حکومت افغانستان میتونه نفوذ بکنه در اونجا و میتونه که اونا را اراده شان نسبت به این مسئله تغییر بده و اینا بار دیگه به رد فرمان دست نیازن. آنچه را که دیروز در فرمان اولی اینا بهانه قرار داده بودن، نبود رئیس مجلس سنا در کمیته گزینش بود که چون این چیزی هم اتفاق افتاد. حالا هیچ بهانه‌ای برای از اینا وجود نداره واقعا. تنها چیزی که وجود داره بهانه های بسیار واهی و بسیار مبتذل است که پیشتر ما هم یاد کردیم و جناب آقای بهرم. ما متاسفانه با این بهانه ها به هیچ وجه رای به جای نمیبریم و تنها کاری که میکنیم فقط بازی دادن خود ما و مردم افغانستان است. ما نباید واقعا کاری بکنیم که به ملت افغانستان و بر روند دموکراتیک که مردم افغانستان خواب و خیالش میبینن به این آسیب برسانیم، که بدون شک وکلای پارلمان آمدن و متاسفانه کاری کردن که به هیچ وجه مردم افغانستان ایره نمیخواستن. حالا ما از مردم افغانستان واقعا تقاضا میکنم که به این وکلایی که ارزش حتی یک لحظه وکیل بودن را و نمایندگی کردنشان را در پارلمان نداره، بر از اینا واقعا باید نبگویند. مثل که ما دیروز نگفتیم، دیروز متاسفانه یکی از وکلای که خیلی هم اکت مدنی هم میکنه و متاسفانه هر روز رسانه ها را هم گاهی وقت رسانه های شاید قومی خودش را سر صدایش را بالا کرده، او میایه و به آدرس جامعه مدنی افغانستان هم بهتان میبنده و تهمت میکنه که گویا اینا پول بگیران سفارتخانه ها هستن. پول کسی میگیره که در چوکی پارلمان شیشته و هر روز از وزیر و وکیل در تشناب و در راروای پارلمان معامله میکنه. پول را اونا نباید برف بام خود را بر روی دیگران بپاشن. انسانیت هنوز وجود داره در جامعه مدنی، هنوز هم انسانهای بسیار بسیار با وجدان وجود داره که بیایه و صدای ملت خود را بلند بکنه. دروازه بستن پارلمان نگفتن بود. ما اگه قرار نبود که تمام مردم افغانستان را بسیج بسازیم برای نگفتن، حداقل ولو که اونجا 50 نفر هم آمده باشه فعالین مدنی، این نمایندگی از کل ملت افغانستان میتونه بکنه برای اینکه اینا آگاهانه آمدن و اینا در مسئله ملی افغانستان خودشان را مسئول دانستن. ولی فراموش نکنه وکیل محترم که وقتی میایه و به چنین اظهارات غیر مسئولانه خودش را میبنده، ای فراموش نکنه که چون این چیزی هرگز به جای را نمیبره و امو دیوار میگه گل خشک به دیوار هم نمیچسبه. به هر حال ما متاسفانه وضعیت را که دیروز شاهدش بودیم یک وضعیت واقعا
ناپسندی بود و یک وضعیتی بود که هیچ اصلا انتظارش را نداشتیم. آنچه را که اینا انجام دادن فقط یک لکه ننگ و بدنامی بر چهره و بر جبین خودشان بود که متاسفانه اینا متقبل شدن و او را از ازمو نهاد شاید ناخودآگاه خود بیرون دادن، اراده ای که واقعا شاید هم گاهی وقت در اکتای مدنیشان در اکتای رسانه‌ایشان اصلا جور در نیایه. ولی به هر حال این مسئله بگذار به تاریخ مورد قضاوتش قرار بگیره. آنچه را که حکومت افغانستان باید انجام میداد این بود که باید واقعا حکومت افغانستان اعمال نفوذ میکرد. هرچند گزارش های ناتایید شده از درون خود پارلمان هم درس کرده که گویا رئیس ریاست جمهوری افغانستان پیش از این مسئله توسط زنگای تلفنی رئیس پارلمان از متشنج ساختن این جلسه البته خبر میده و تشویقش میکنه که گویا این جلسه باید به تشنج بره و رئیس پارلمان تشویق میکنه که این فرمان نباید از زیر ریش از اینا بگذره. خب حالا این اگر قرار شوه که چون این چیزی بوده باشه، من تاسف میکنم به حال رئیس جمهور و تاسف میکنم بر اراده سیاسی حکومت مردانی که بالای ملت خودشان کلا میگذارن، در حالی که ما فراموش نکنیم ماه آینده ما قرار است به وارسا بریم، با کنفرانس وارسا که برای مردم افغانستان خیلی مهم است، برای جامعه جهانی بسیار مهم است که اونا چگونگی کارکردشان در افغانستان قرار است مطالعه بکنن و کمک‌های آیندی خود را هم در اونجا تصمیم بگیرن. پیامد بد داره. بله، آنچه را که اینا انجام دادن پاماندن بر روی دموکراسی در افغانستان بود، چیزی را که ملت‌های دنیا در مجموع مالیدهندگان دنیا که برای افغانستان پول می‌فرستن هیچگاه نمی‌پذیرن و نخواهند پذیرفت. به این لازم فکر می‌کنم حکومت افغانستان با این کلاه‌گذاریش بالای ملت خودش، با این بازی بسیار مفتضحانه‌اش متأسفانه دستاوردی نخواهد داشت و تنها این مسئله برمیگرده به مو سودجویی های شخصی خود حکومت افغانستان، اما طوره که طرفداران حکومت افغانستان آمدن و در درون پارلمان طرفداران ارگ ریاست جمهوری به خشونت هم متوسل شدن و با یک عصبانیت هم برخورد کردن و آمدن و واقعا به این فرمان رأی رد دادن. خب آقای بهرام موافق هستن که با ایشان مقصر اول قدم اول حکومت است، این که حرکات نمایشی انجام میده اراده نداره. خب پیشتر شما گفتین حکومتی که بر اساس توافق سیاسی میایه بعدش به قانون جنگ میزنه. این به این معناست که حکومت برای آوردن اصلاحات انتخاباتی دست باز داشته دیگه، نیاز نبوده که بفرسته به پارلمان و رأی تایید بگیره و دنبال راه قانونی بگرده. بدون شک حکومت افغانستان با می فرمان تقنینی هیچ نیاز نداشت که به پارلمان او را بفرسته و او را با اجندا تلاش بکنه، لابی بکنه، تا کانتینتال روز افطار برای مردم آماده بسازه که بیاین و ایر در اجندا بگیرن و روی از این بحث بکنن. حکومت افغانستان میتونست که با مو فرمان تقنینی انتخابات را پیش میبرد، چون فرمان تقنینی در یک وقت معینی که قانون برش اجازه داده بود او صادر شده بود، یعنی در زمان رخصتی های تابستانی، و او میتونست که به منصه اجرا گذاشته شد و حکومت افغانستان میتونست که با این فرمان کار انتخابات را یکسره میکرد. اما متاسفانه شما دیدین که واقعا هم حکومت بازی کرد و هم عمال حکومت در درون پارلمان متاسفانه آمدن و کاری کردن که این لکی ننگ را بر جبین خود خوب ترسیم بکنن. اما آنچه که اتفاق افتاده در اینجا، بازیگر بازنده اصلی و بازیگر اصلی همی حکومت و پارلمان است که حکومت بازی کرد، ولی بازنده اصلی بازم با وکلای رد کننده پارلمان برآمد که متاسفانه این خسته به پای از اینا شکسته شد و این لکه ننگ را اینا بر دوش خود کشیدن. شما در همین چند روز اخیر، در همین دو روز اخیر تمام رسانه‌های دنیا را، تمام رسانه‌های افغانستان را ببینین، از صفحات فیسبوک و توییتر شروع تا به رسانه‌هایی که شما در اختیار دارین، تمام از اینا میاین و مردم افغانستان وقتی میاین نفرین میفرستن و به انزجار خود را نشان میدن و به کاری که پارلمان انجام داده متاسفانه هیچ کسی نیست که بیاید توجیه بکنه، تنها به جز همو گروه‌هایی که واقعا منافع شخصیشان در اونجا متصور است. سپاسگزارم. اگر پارلمان در کل رأی رد به فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی بتا، بدیل چی میتونه برای حکومت باشه برای آوردن اصلاحات انتخاباتی؟ پرسشی است که پس از این وقفه کوتاه می‌کنیم.
درود دوباره، بیننده آخر خط هستید. آقای بهر، بفرض که سنا هم رای تایید نتا، خوب کلن رد شد از سوی پارلمان افغانستان، بدیل حکومت چه هست؟ با اشارهایی که آقای درعی داشت، حکومتی که به اساس توافق سیاسی آمده بعدش چنگ میزنه به قانون، دالی که به اساس توافق سیاسی دست باز داشته برای آوردن، دست باز داره برای آوردن اصلاحات انتخاباتی. اولی که خیلی احتمال زیاد وجود داره که سنا این کار را که ولسی جرگه کرده نکنه و این مصوبه ولسی جرگه را رد کنه که باز منجر شوه به تشکیل یک کمیسیون مختلط که برای اند از کمیسیون مختلط چی خواهد بود نمیفهم، پیشبینی نمیتونم بکنم، ولی احتمال از اینکه سنای مصوبه ولسی جرگه رد کنه خیلی بالا هست که یکی از راههایی که باز هم احتمالی که رد بکنه بالا هست یا اینکه احتمالی که مصوبه را رد بکنه این احتمال بالا هست که یکی از راهها هم امی هست که سنا تصویب ولسی جرگه را رد بکنه و این منجر شود به ایجاد کمیسیون مختلط و کمیسیون مختلط باز یکی باز عضو کمیسیون مختلط از طرف ولسی جرگه کی تعیین میشه، همه از اونا چیزایی است که در آینده قابل بحث است و قابل غور دقت است و چی کسایی میتونه برای چانه زنی اونجا برن و چی نتیجه ای از کمیسیون مختلط به دست میان که هنوزم مشخص نیست. ما به ارتباط از اینکه اگر چنانچه سنا هم ای مصوبه ولسی جرگه را اونا هم تصویب بکنن، یعنی فرمان اونا هم رد بکنن، چیزی را که پیشبین هستیم و با او میتونیم تکیه بکنیم و از او یاد بکنیم است که فرمان تقنینی در وقتی که شورا باز هم به تعطیلی میرن، فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور میتونه صادر شوه و این فرمان تقنینی میتونه به ارتباط اصلاحات باشه و به اساس این فرمان تقنینی انتخابات برگزار شوه. ولی بس در کجا هست؟ بس در این هست که از هر طریق ممکن تلاش صورت بگیره تا انتخابات که در آینده صورت میگیره انتخاباتی شفاف باشه، انتخاباتی که مثل گذشته نباشه، انتخاباتی که مردم افغانستان نسبت به انتخابات و نسبت به رای دادن و نسبت به آمدن در پای صندوق‌های رای به کلی ناامید کرده و مایوس شد مردم افغانستان، انتخابات چی با تایید فرمان ریاست جمهوری از طریق ولسی جرگه و شورای ملی برگزار میشد و چی با فرمان تقنینی رئیس جمهور در آینده برگزار شود. ما خواستار هستیم که انتخابات باید برگزار شود. یک با. دو، انتخابات باید با آوردن اصلاحات و یک انتخابات شفاف و یک انتخابات که واقعاً نسبت به انتخابات گذشته متفاوت باشه برگزار شود. در این یک مقدار تردید وجود داره به خاطر که خیلی از چیزهایی که بر شفافیت انتخابات کمک میکرد از قبیل توزیع تذکره الکترونیکی و خیلی از گامهای مؤثر دیگه که باید برداشته میشد که هیچ گونه کاری در ارتباط تا کنون صورت نگرفته و بعد از این هم صورت نخواهد گرفت، احتمال از این که اگه انتخابات شفاف و انتخابات که واقعا رای مردم در اون مؤثر باشه و تعیین کننده باشه و مردم رضایت خاطر داشته باشه و بگه که ما نماینده های خود به معنای واقعی کلمه خب رای دادیم و اینا رو فرستادیم تا از ما نمایندگی بکنه، دهیش هنوز هم سوال های لاین خب باقی است. به گفته آقای درعی، توافق سیاسی برداشت ما ایست که توافق سیاسی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی به حکومت دست باز داده، خب این بدون توجه به پارلمان چنین چیزی اگر صورت می گرفت چه مشکلی داشت؟ به ارتباط از اینکه دست حکومت وحدت ملی باز است، چون یک گپ خیلی چی است که چون خودشان به اساس قانون اساسی نیامده و میتونه بعد از این به نظر من واقعا چیزی خوبی نخواهد بود ما بگیم که وقتی که خود حکومت وحدت ملی بر مبنای قانون اساسی به وجود نامده و میتونه بعد از این هر بی قانونی دیگر خودشان انجام بدهند.
در این ارتباط ما دیدگاه ما رقمی نیست. ما میگیم سه است به اساس یک سری مجبوریت ها و بنبست های سیاسی که در افغانستان با وجود آمد و به اساس از این انتخابات غیر شفافی که در گذشته ما داشتیم و به اساس از اینکه هیچ راه دیگری وجود نداشت، خب با پادرمیانی کشورهای همکار حکومت وحدت ملی به وجود آمد. بعد از این حکومت وحدت ملی در 5 سال اگر بنا باشه که چون خودشان بر مبنای قانون اساسی به وجود نمیاده و کل کارشان بگن که ما با دست باز کار میکنیم، خب هر کاری که دلشان خواست بکنن ما اینو به صورت تایید نمیکنیم. ولی به ارتباط انتخابات چنانچه که انتخابات ها در گذشته ها هم با فرامین تقنینی برگزار شده، اگر اراده برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی باشد و یک فرمانی که خواست مردم افغانستان دو در نظر گرفته شود و یک اصلاحاتی که مردم افغانستان امیدوار بسازد و به اینا امید خلق کند تا پای صندوق های رای بیان، همش فرمانی اگر باشه یک از راه حل در آینده عمیق خواهد امی که به توافق سیاسی عمل شود. البته اوی توافق سیاسی رو گفتیم، به ارتباط توافق سیاسی ما سیست که همی حکومت به اساس توافق سیاسی به وجود آمده، ولی به ارتباط از این که گفتین وقتی که با توافق سیاسی به وجود آمده یعنی مبنای قانونی نداره، خصوصا در قانون اساسی اینجا دیگه یک چیزی که فرق میکنه، امر اصلاحی است، یک امر اصلاح طلبانه است دیگه. گپ سری چیست؟ گپ سری عزیز که ما در آینده یک انتخابات شفاف داشته باشیم و انتخاباتی که مبنای زور قانون تشکیل بده و انتخاباتی که واقعا عیوب و نقایصی که در گذشته داشتیم دیگه نداشته باشیم. امی فرمانی رئیس جمهور اگر همچو فرمانی باشه که کمک بکنه به آوردن اصلاحات به نظام انتخاباتی، به شفافیت در انتخابات آینده، من میگم امی فرمان میتونه در آینده همین کار بذارم. آقای دره خوب است که منتظر تعطیلی تابستانی مجلس باشه حکومت و میتونه فرمان صادر بکنه و ای که حکومت به اساس توافق سیاسی اومده و کارهای غیر قانونی بکنه توجیه نداره. بله کاملا درست است که توجیه نداره. حکومت آمده تا وقتی با توافق سیاسی آمده تا بر مبنای قانون عمل بکنه. اما توافق سیاسی که اگر مبنا باشه اوجا نگفته که فرمان تقنینی پاس شوه از مجلس نمایندگان. توافق سیاسی نه او قرار نیست گفته شه، او در قانون آمده هیچ لازم نیست که اونجا ذکر شه. اما باور بسیاری است که این به توجه به این میتونه کار بکنه نه. و اگر متوسل میشه به راه قانونی در خصوص میخواد چی بکنه؟ فرافکنی بکنه و تنها توجیه که در رابطه با توافق نامه‌ای سیاسی داره و توافق سیاسی داره این است که ما برای عبور از بحران میتونیم که مصلحت سیاسی جامعه را در نظر بگیریم و کاری را انجام بدیم که به مصلحت باشه. حالا قرار نیست که واقعا همه کارها غیر قانونی باشه، قانون مبنای کار ماست، اما در برای عبور از بحران میتونیم ما با قیاس از ایجاد حکومت وحدت ملی حتی مسئله انتخابات را مشکل حل بکنیم. ما اگه قرار می بود که واقعا فضای متشنج پارلمان را و فضای التهابی پارلمان را درک کرده بودیم، حکومت افغانستان میتونست که اصلا از رفتن این فرمان به آجندای جلسه عمومی باید ابا میورزید و کوشش نمیکرد تا به اونجا واقعا لابیگری بکنه و لابیزم خود انجام بده تا مردم بیاین و این فضای ملتهب را تجربه بکنن. میتونست حکومت افغانستان که با اینمی فرمان خود کار خود را پیش میبرد و انتخابات را میتونست زیر نظر خودش و بدون از اینکه به تصویب پارلمان برسه میتونست که کارش انجام بده. اما یقینا که در کفش حکومت ریگ بود و به می لحاظ اینا برف بام خود را انداختن و مسئولیت ها را انداختن بر شانه های حکومت، بر شانه های پارلمان، که پارلمان افغانستان متاسفانه خیلی غافلگیر شد و امو کسانی که واقعا عمال حکومت شناخته می شدن امونا آمدن و این لکه ننگ را واقعا بر پیشانی خود زدن. من فکر میکنم که در این بازی واقعا حکومت برنده است، حکومت برنده شد، اما بازنده اصلی پیشتر هم گفتم که بازم امو پارلمان و امو رد کننده های امی قانون بود. به هر حال حکومت افغانستان چند گزینه داره،
یک میتونه که از طریق مجلس سنا این مسئله را پس دوباره از سر بگیره و بیایه با کمیسیون مختلط کاری انجام بده یا لابیزم خب باز اگر رای رد گرفت چی؟ لابیگری بکنه چون در اونجا نفوذ حکومت خیلی زیاده حتی در درون مجلس نمایندگان حکومت اگر خواسته باشه کار را انجام بده خیلی خیلی از آدمای بسیار بسیار قلدر و سلمبه قلمبه وجود داره که اینا در خدمت حکومت هستن و حکومت هر لحظه میتونه مفکوری از اینا را و ذهن از اینا را تغییر بده مثل که از رئیس پارلمان شما در روز دیروز دیدین که رئیس پارلمان از وکلا میخواست که این کار را نکنن این شرم است این ننگ است اما شما دیدین که در روز بعدیش 180 درجه تغییر خورد و کاری کرد که متاسفانه وضعیت را به تشنج و به التهاب کشاند حالا ما میگیم که اگر قرار شود که از این مجرا پیش بریم بسیار خوب در غیر از او حکومت افغانستان میتونه که با فرمان تقنینی بعدی خودش کار انتخابات را یکسره بکنه و هیچ اصلا نیاز نداره که او را به پارلمان بفرسته برای رأی تایید و یا برای تصویب این فرمان رای سومیشی است که همونطوره که ملت افغانستان میخواه همونطوره که بیباوری نسبت به این پارلمان خیلی زیاد شده همونطوره که این پارلمان واقعا بر سر گرده های مردم سوار شده امروز و واقعا مردم تحمیل میکنند تمام این وضعیت را رایشی است که هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان بیاین و فرمان لغو پارلمان یکسره صادر بکنن تا ما بدون پارلمان بریم و واقعا به طرف یک انتخابات سالم یک انتخاباتی که از سایه نفوذ این قلدران و این زورگویان هم به دور باشه سپاسگزارم آقای بهر خوب اگر وضعیت چنین دوام بکنه فرمان لغو پارلمان باید صادر شود خب که فساد جریان داره و سودجویی شخصی اما صحبت که پیشتر شما کردین گفتین که چون حکومت بر مبنای قانون ایجاد نشده و میتونه هر کاری خلاف قانون دیگه ایران بکنن اگر این رقمی خب باشه وقتی توافق سیاسی مبنا باشه که توجه داره در خصوص اصلاحات انتخاباتی که یک امر خیر است ما شما قانون اساسی داریم صلاحیت های رئیس جمهور در او کاملا تسجیل شده صلاحیت های شورای ملی در او کاملا تسجیل شده و نمیشه که بگیم اینا فلانی کار که برخلاف قانونی اساسی صورت گرفته یعنی ایجاد حکومت وحدت ملی که البته همی توافق سیاسی هم خودش میشه یک مبنا خب یه چیزی که خیلی شما... انتقاد داره آقای بهری است که خب به امر خیر به فرمان اصلاحی پارلمان نگفته بله. ما او را که از اول تا آخر گفتیم بله. موافق نظر شما هم بوده موافق نظر آقای بله. درعی هم بودیم منتهی که بیان فرمان انحلال شورای ملی یا ولسی جرگر صادر بکنن ایره همچی چیز در قانون اساسی نامده و اگر مطابق فرموده قبلی تان که چون حکومت قانونی نیست و میتونه خیلی چیزا را بدون در نظر گرفتن قوانین نافذه کشور خصوصا قانون اساسی انجام میده چیز جدا است در غیر از صورت صلاحیت رئیس جمهور هم نداره و نهاد دیگه هم نداره ولی ما متاسف از این هستیم که شورای ملی یک چیزی را که کاملا صلاحیت به دست خودشان بود با. اولی که باید داخل آجندا نمی شود که به صورت بسیار نمی فهم چه رقمی داخل آجندا شد خب اما شما میگین که صلاحیت تعدیل داشته ما میگیم امو را میخواستیم بگویم اولی که داخل آجندا باید نمی شود وقتی که داخل آجندا شده بود صلاحیت تعدیلش را داشتن اینا میتونستن در اینجی محکمکاری های اساسی خوره در این قانون داشته باشن تا در آینده جلوی خیلی از مسائل و مداخلات گرفته شود اینا عوض از این که این قانون در جهت محکمکاریش در جهت از این که ایره از خیلی مسائل بری بسازه و کوشش کنه راه های مداخله را یا مسائل 50-50 رجلش رو بگیره این اختیار به دست خودشان از دست دادن و بعد از این حکومت میتونه با یک فرمان تقنینی اگر هم موضوع سنا به جای نرسن حکومت میتونه با یک فرمان تقنینی انتخابات برگزار بکنن ولی همون انتخاباتی را که ما و شعار خیلی ها همی رقمی بود که ما در آینده انتخابات میخواییم که نسبت به انتخابات گذشته بهتر باشه اگر این فرمان تایید میکدیم 50-50 میشد وکیلام انتصابی میشد کل مسائل انتصابی میشد در حقیقت اینا را فعلا برای از امی کار مساعد کرده وقتی که در آینده فرمان تقنینی
از طرف رئیس جمهور صادر میشه و در او بله. هیچ گونه دخالتی را پارلمان افغانستان نداشته باشه، در اونجا از کجا معلوم است که این فرمان فرمانی خواهد بود که کاملا شفافیت، اصلاحات و خیلی از مسائل در او گنجانده شد. بیشتر اشاره شد که پیامدهای بد داره با توجه به اینکه نشست بروکسل نزدیک است و خب با این وضعیت نگاه جامعه جهانی و متحدین افغانستان، اونایی که کمک میکنن به این روند، چگونه خواهد بود؟ من هنوزم در این خصوص نظر جامعه جهانی را به صورت دقیق نمیدانم. چیزی که در داخل پارلمان از او استدلال میشد به عنوان یکی از دلایل تایید و تعدیل فرمان این بود که اگر ما برای کسایی که طرفدار حفظ کمیشنرای فعلی در نهادهای انتخاباتی بود، برای از اونا اونا میگفت که اگر امی کمیشنرا حداقل به یک طرف از اینا ربط نداره، در آینده اگر به این فرمان پیش ببریم اینا کمیشنرا رو تقسیم میکنه. خب در حقیقت موضوعی که استدلال میشد از طرفی طرفداران تعدیل فرمان این بود که جامعه جهانی در صورتی که تعدیل به وجود نیاد، در صورتی که اصلاحات به کمیسیون های انتخاباتی به وجود نیاد، در صورتی که نظام انتخاباتی اصلاح نشوند، از کمک های خود نسبت به افغانستان دریغ خواهد ورزید. این یکی از دلایل کسایی بود که فرمان میخواست با تعدیل تایید کنند. متاسفانه که هیچ کدام از اونها جایی نگرفت و شما دیدید که باید قاطعیت اکثریت بسیار قاطع رقم میخواست. آقای دره‌ای، خب حکومت از ارادهش برای برگزاری انتخابات در خزان امسال میگه 24 میزان که انتخابات ما داریم و اقداماتی را خبر میده، خب با این وضعیت فکر میکنی که ما شاهد برگزاری انتخابات در خزان امسال باشیم؟ نه، در صورتی که ما کارشناسانه بخوایم به این مسئله بپردازم بدون شک که امکان نداره. 25 میزان یک تاریخ واهی بود که از سوی کمیسیون قبلی تاریخ گذاری شده بود برای اینکه اونا نشان داده باشند که گویا آمادگی آمتان برای برگزاری انتخابات را میتونن داشته باشند و از مجرای خودشان. اما شما میدانین که حکومت افغانستان در صورتی که تعدیل در انتخابات و در ساختار انتخابات در کمیشنرای انتخاباتی نیاره و یعنی اقدام برای تغییر وجود نداشته باشد، جامعه جهانی به هیچ وجه کمک نمیکنه و این یکی از شرایط اساسی هم مردو حکومت وحدت رهبران حکومت وحدت ملی و هم جامعه جهانی است که باید چنین چیز اتفاق بیفته. در صورتی که چنین چیزی نشه هیچ امکان نداره که ما به انتخابات بریم. حالا 25 میزان فقط یک تاریخ واهی بود و او هیچ گاهی نمیتونه معیار قرار بگیره، چون ما نه هنوز کمیته گزینش ما به کار آغاز کرده و نه کمیته گزینش تانسته کسی را به رئیس جمهور شارت لیست بکنه و نه او رئیس جمهور تانسته که کسایی را به عنوان کمیشنران تازه به کار بگماره. به این خاطر کسانی که تازه می آیند و به کار گمارده می شن و به صفت کمیشنر ایراز مقام می کنند، اونا صلاحیت از این را دارند که تاریخ نو اعلان بکنن و ابراز آمادگی برای انتخابات داشته باشند. اما چون این چیزی تا 25 میزان حداقل هیچ اتفاق افتادنی نیست. غیر از این فراموش نکنیم که اگر از 25 میزان ما عبور بکنیم، زمستان است و دیگه باز از نظر تکنیکی به هیچ وجه قادر ما نخواهیم بود که به انتخابات بپردازیم الا ای که ما بریم منتظر ماه ثور سال آینده باشیم. به این خاطر من فکر میکنم که ما تا ماه ثور آینده را که به کلی از نظر تکنیکی باید دل ما جمع باشه. اما حداقل در رابطه با قوانین و در رابطه با مصلحت های سیاسی که وجود داره، ما میخوایم بگویم که وقتی اول خود از نظر قانونی همونطور که آقای بر گفتن، ما میخوایم بگویم که در صورتی که رئیس جمهور صلاحیت ازیره داره که کار پارلمان را یک سال دیگه هم تمدید بکنه، من نمیفهمم که چرا اول صلاحیت انحلالش و یا لغوش نداره. اما گیریم اگر این در قانون نیامده باشه و مصلحت سیاسی را ما در نظر نگیریم که واقعا بر گردهای مردم اینا سواری میکنن، اگر این را در نظر نگیریم، ما حداقل ما گفتم در صورتی که دو گزینه دیگه باز ناکارآمد بشه، گزینه سوم که گزینه نهایی است، اونم گزینه است که حالت اضطرار اعلان شه و مطابق قانون هم که آقای بر گفتن که قانون باید باشه. بله، قانون میگه که در صورتی که حکومت نیاز ببینه میتونه که
حالت اصرار اعلان بکنه و واقعا پارلمان افغانستان را منحل بسازه. خیلی کوتاه برای یک نیم دقیقه پای پایانیتان آقای بهر. البته به ارتباط تزی که فرمان رئیس جمهور باعث تمدید پارلمان شده باشه ما این رد میکنیم، به خاطری که قانون اساسی بسیار واضح روشن در ارتباط صحبت داشته. به ارتباط از این که چی میشه در آینده چی بکنیم، ما موضوع سنا را یک مقدار انتظار داریم که شاید جلوی از این روند که فعلا بود گرفته شد و اگه نشد با یک فرمان تقنینی به طرف انتخابات بریم. از آقایان سمیع درعی فعال مدنی و سید نادرشاه بهر عضو مجلس نمایندگان و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.